مجموعه 27 جلدی موسوعه فقهی علامه محمد حسین کاشف الغطا رحمت الله علیه به چاپ رسید. علامه آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغتا پس از ارتحال استاد بزرگوارش آیت الله سید محمد کازم یزدی به درخواست مقلدین رساله های سؤال و جواب عربی زاد المقلدین مناسک حج وجیزت الاحکام هاشیه بر عربت الوسقا و غیره را تحریر نمودن وی تا پایان عمر با عزت خیش همواره تکیه بر مسند تدریس داشت و جمعی از بزرگان را از سعی علمی و شخصیتی خود بهرهمند می ساخت. در حوزه پژوهش و نگارش از عمره عالمان پرکاری بود که با کتاب انس و الفتی خاص داشت. نخستین نگارش وی کتاب العقبات الانبریه فی طبقات الجعفریه پیرامون تاریخ نگارش خاندان کاشف است ورود او به تعلیف و تحقیق موضوعات مختلف در عرصه های گوناگون علمی حاصلش موضوعه سترگ کاشف در سه مجموعه مستقل از هم محقق شده است. شاید بتوان ادعا کرد تنها نکته کاملا مشهود در بخش وسیع از آثار علامه کاشف الغتا دقدقه های فکری اجتماعی است که وی را جزو آلمان بیدار مسلح قرار می دهد. مرحوم علامه کاشف در حوزه نجف تحولات نوی را در فقه ایجاد کرد. او فقیه بود با حجت و برهان قوی مجتهدی بود مجدد و نواندیش که همتای او در میان علمای مسلمان کمتر یافت می شود. وی به دلیل نواندیشی دینی آوازه بلندی داشت به حدی که از سراسر سر دنیا برای ایشان نامه و استفتا می آمد که مجموع اینها چندین کتاب شده است. گذشته از تبهر علمی شگرف شناخت گسترده ایشان از زبان عرب و لغت و تسلط بر بلاغت و بیان در رسیدن به جایگاه بلند علمی او را یاری می